نگاه کنید تو فصل قطع اندام خیلی حالا ما نکته خاصی نداریم. دو تا اصطلاح رو یاد بگیرید، یکی استامپ، یکی ساکت. خب استامپ، ما وقتی یه اندام قطع میکنیم اون انتهای اندام که دوخته شده بهش میگن چی؟ استامپ. حالا وقتی میخوایم پروتز بدیم، این پروتز باید استامپ بره تو اون پروتز توی دهانه، بهش میگن ساکت. خب این ساکتی هستش که استامپ داخل اون قرار میگیره. یکی از مشکلاتی که اینا که میبریم فانتوم پینه، واقعا مصیبت ها. من یعنی خیلی مریض متاسفانه من بارها شده مثلا پای مریض رو از رونش قطع کردم، یعنی گریه میکنه فردا تو بخش که میگه انگشت شست پا میخاره. خب کمک هم کنی شست پا میخاره، یعنی فانتوم پین واقعا وحش. هرچی هم که آمپوتاسیون پروگزیمال تر انجام بشه، فانتوم پین تو اینها چیه؟ بدتره. اینها خیلی وقت باید درمان گاباپنتین داد، نورتریپتیلین داد، دردای چیز که آروم آروم دردشون بهتر میشه. ولی هر چی میگم مثلا مریض از شونش که قطع میکنید، به شدت انگشتای دستی که وجود نداره تو اینها چیه؟ درد میکنه. یه نکته که یادتون باشه، وقتی ما انگشت دوم پا رو قطع میکنیم یه خطر وجود داره، ایجاد چی میشه؟ هالوکس والگوس. یعنی توی مریض دیابتی انگشت دوم پاشو قطع میکنید، چون ساپورت انگشت دوم برداشته میشه، شست پا به این سمت چی میشه؟ منحرف میشه، ایجاد هالوکس والگوس میکنه. بقیه نکات آمپوتیشن خیلی زیاده، ولی واقعا بعید میدونم که ازش تست امتحان بخوان چیکار کنن در بیاره. اگر یه وقت همچین تست در آوردن، هیچکی نمیزنه شما نزنید. خسته نباشید.